سلام بر شما به برنامه این هفته ای ایران و جهان خوش آمدید من فریبا شیرازی هستم در این برنامه به بحران کوبانی می پردازیم و مهستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه ما را در جریان آخرین تحولات این منطقه و موزه آنکارا در قبال این بحران قرار می دهد در ادامه به اظهارات اخیر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی درباره بحران خاور میانه و آخرین تحولات در خصوص مذاکرات جمهوری اسلامی با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی خواهیم پرداخت. نگاهی خواهیم داشت به دستور اخیر صادق لاریجانی رئیس قوه قضاییه در خصوص افزایش اختیارات قلم حسین محسنی اژه‌ای معاون اول خود در این قوه گفتگوی هم داریم با عبدالله محتدی دبیر کل حزب کموله کردستان درباره ادعای اخیر محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی درباره مذاکره با احزاب دموکرات و کموله کردستان با ما همراه باشید تنگتر شدن حلقه ماصره شهر کردنشین کوبانی در سوریه و تنها ماندن شهروندان این شهر در دفاع از خود در مقابل گروه داعش بسیاری دولت ترکیه را متهم به حمایت از گروه داعش میکنند. و این پرسش مطرح می شود که چرا ترکیه به اسلامگرایانی که قصد پیوستن به داعش را داشتند اجازه عبور از خاک ترکیه داده اما به کردهای ترکیه اجازه پیوستن به شهروندان کرد کوبانی و کمک به مبارزه علیه داعش را نداده است ملاحظات آنکارا در این ماجرا چیست رجب طیب اردوغان رئیس جمهور و احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه برای مداخله نظامی در شمال سوریه و کمک به مدافعان شهر کوبانی شروطی از جمله برکناری بشار اسد را تعیین کردند رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه در شهر قازیان تپ در جنوب ترکیه یک بار دیگر به تاکید گفت که حملات هوایی به تنهایی نمیتواند مانع پیشروی تروریست های گروه دولت اسلامی شود برای این کار به نیروی زمینی نیاز است خبرگزاری آنادول گزارش داد که اردوغان در این سخنرانی پیش بینی کرده که به زودی شهر کوبانی سقوط کند نمایندگان پارلمان ترکیه هفته گذشته با 298 رأی موافق و 98 رأی مخالف لایحه عملیات نظامی این کشور در مقابله با گروه دولت اسلامی در خاک سوریه و عراق را تصویب کرده است احمد داوود اغلو نخست وزیر ترکیه نیز اعلام کرده که این کشور از هر نظر برای مقابله با تروریست های گروه دولت اسلامی آماده است اما برای مداخله نظامی ترکیه شرط تعیین کرده بر کناری بشار الاسد داوود اغلو گفته است شرط مداخله نظامی ترکیه این است که نیروهای اطلاف به یک استراتژی یک دست برای کنار گذاشتن بشار الاسد دست یافته باشند به گفته داوود اغلو آنکارا نیرو میفرستد اما به این شرط که دیگران هم سهم خود را ادا کنند داوود اغلو هشدار داده است که چنانچه اسد بر سر کار بماند حتی اگر تروریست گروه دولت اسلامی هم از بین رفته باشند ممکن است یک گروه تروریستی دیگر در سوریه سر برآورد وی هر گونه احتمال یا امکان همکاری با بشار الاسد در مقابله با گروه دولت اسلامی را رد کرده است او گفته چگونه میتوان برای از بین بردن یک اهریمن با اهریمن دیگری پیمان بست جامعه جهانی هم نباید این راه را در پیش بگیرد در این میان فرانسه هم از احتمال همکاری با ترکیه سخن در میان آورده است لوران فابیوس وزیر امور خارجه این کشور احتمال داده که فرانسه با ترکیه در زمینه مقابله با گروه دولت اسلامی همکاری کند. فابیوس خبر داده که فرانسوا اولاند رئیس جمهور فرانسه درباره این موضوع با رجب طیب اردوغان رئیس جمهور ترکیه امروز تلفنی صحبت خواهد کرد. در همین حال بانکمون کل سازمان ملل از جامعه جهانی خواسته از هر ابزاری برای کمک و حفظ جان غیر نظامیان کوبانی استفاده کند. بیش از 160 هزار نفر از مردم روستاهای اطراف کوبانی به ترکیه پناه بردن. اما سیاستمداران و کنشگران کرد هشدار می که در صورت تصرف کوبانی خطر کشتار افراد باقی مانده در شهر و دهات اطراف بالاست. عبدالله اوجلان رهبر گروه کارگران کردستان پنج شنبه ی هفته گذشته به دولت ترکیه هشدار داده بود که چنانچه گروه دولت اسلامی شهر کوبانی را فرد کند و در این شهر دست به قتل عام مردم بزند پیکه مذاکرات صلح با دولت ترکیه را قطع خواهد کرد در همین حال تا کنون دست کم دوازده نفر در جریان اعتراض کردهای ترکیه به دخالت نکردن دولت این کشور در دفاع از شهر کردشین کوبانی سوریه کشته شده است. پلیس ترکیه برای متفرق کردن معترضان به استفاده از گاز اشکاور و ماشین های آب متوسل شده است. معترضان کرد در آنکارا و استانبول با پلیس درگیر شدند و مسئولان استان جنوبی ماردین ترکیه در شش محله آن مقررات منع رفت و آمد وضع کردند. اعتراض کردها به ترکیه محدود نشده و در شهرهای مختلف اروپا هم اعتراضهایی به حمایت نکردن از نیروهای کرد در کوبانی به ویژه از جانب ترکیه صورت گرفته است در شرایطی که رئیس جمهوری ترکیه گفته است که شهر کوبانی سوریه در آستانه سقوط گرفته است خبرگزاری ها از حملات هوایی نیروهای اعتراف المللی به مواضع گروه خلافت اسلامی در قرب این شهر خبر دادند به گزارش خبرگزاری آسوشیتد پرس جنگنده های اطلاف بین المللی به رهبری آمریکا مواضع داعش را در حومه شهر کوبانی هدف قرار دادند که در این حملات چند مقر نظامی گروه خلافت اسلامی بمباران شد گزارش های رسیده هاکیز که این بمباران ها همچنان ادامه دارد از سوی دیگر جمهوری اسلامی نیز به وضعیت کوبانی واکنش نشان داد مرزی افخم سخنگوی وزارت خارجه جمهوری اسلامی درباره شرایط انسانی فاجعه‌آمیز در کوبانی سوریه که مدت هدف حملات گروه های تروریستی قرار دارد هشدار داد. خانم افخم بر ضرورت حمایت از دولت و ملت سوریه به منظور مقابله با به گفته او تروریستهای های مهاجم به این منطقه و ارسال کمک های انسانی برای ساکنان و نیز آوارگان آن تأکید کرد او اظهار داشت که جمهوری اسلامی به زودی کمک های انسانی خود را برای ساکنان و آوارگان این منطقه از طریق دولت سوریه ارسال خواهد کرد طی سه هفته ای که از نبرد کوبانی میگذرد بیش از 400 نفر در این درگیری ها جان باختند گروه ناظر حقوق بشر سوریه مستقر در لندن در گزارشی گفت دست کم 412 تن در درگیری های کوبانی کشته شدند که 219 تن از آنان از گروه خلافت اسلامی و 173 نفر از کردهای مسلح و 20 تن نیز از غیر نظامیان بودند. مستان بختیاری خبرنگار ما در ترکیه در گزارشش از آخرین تحولات هفته گذشته این کشور و بحران کوبانی میگوید. بسیاری از کارشناسان معتقدند تعلل ترکیه در قبال کوبانی ناشی از نگرانی این کشور از اتحاد میان گروه های کردی در سوریه و ترکیه است. برخی دیگه با نگاهی فراتر این گونه عنوان میکنند که در شرایط کنونی ترکیه ترجیح میده با سیاست کجدار و مریض در این جنگ چند هم قوای بشار اسد تحلیل بره و هم قوای نیروهای کردی و هر روی این اتفاقات خوشایند ترکیه خواهد بود این معتقدم معتقدند ترکیه زمانی به سوریه وارد خواهد شد که نیروهای کردی کاملا تضعیف شده باشند و هم شانسی برای تغییر رژیم اسد در سوریه وجود داشته باشه مقامات ترکیه البته در این باره عنوان میکنن که داعش علت نیست معلول هست داعش محصول رژیم اسد هستش بنابراین اگر قرار هست که کاری انجام بشه بهتره کار اساسی باشه یعنی رژیم اسد بره جدای از این ترکیه میگه نباید همه از ما انتظار حل مسئله رو داشته باشن اقدام نظامی یک جانبه ما و انتظار جهانی از ما در این باره واقع بینانه نیست اما چرا ترکیه این انتظار رو در واقع غیر معقول میدونه شاید در این رابطه بشه گفت که در شرایط کنونی مشخصا هیچ کدوم از کشورهای عضو ائتلاف به صورت جدی و مستقیم وارد نبرد با داعش نشدن و یا شاید دستکم کم این کشورها مراقب هستند که از این بابت در سوریه تابان نظامی و امنیتی جدی نپرزن بنابراین عقل جمعی در میان دولت مران ترکیه احتمالا حکم بریم داره که در جنگی که جامعه جهانی چندان در اون جدی نیست و به گفته خود غربیان ممکنه سالها به طول به و بدتر از اون فعلا برنامه هم برای رفتن رژیم اسد از سوی این کشورها وجود نداره چرا ترکیه یک جانبه بهای این جنگ نامشخص رو بپردازه چون از این تضاد آرا در ترکیه و در میان افکار عمومی نسبت به داعش بسیار زیاده از یک سو کورها در جنوب این کشور خشمگین از تعلل دولت در قبال کوبانی هستند از آن برخی اسلام گرایان افراطی در ترکیه موافق اقدامات داعش هستند آن سوتر احتمالا برخی ناسیونالیست های افراطی و ملی ها در ترکیه از اقدامات داعش در تضعیف نیروهای کردی خورسند خواهند بود و در مقیاسی کلانتر احزاب مخالف دولت رو باید بهش اشاره کرد که دولت رو در واقع من میکنن از دخالت نظامی در امور منطقه آن هم در چنین شرایطی سردم داره این مخالفت آقای کمال قلیشدار رهبر حزب جمهوری خلق است که حوادث منطقه رو یک باطلاق میدونه و من میکنه ترکیه رو از دخالت درون اما از آن طرف درست در جایی که روزنهای امیدی برای نتیجه بخشی مذاکرات صلح میان دولت و پکاکا به وجود اومده بود آقای عبدالله اوجالان رهبر زندانی کرد هم گفته اگر ترکیه در قبال سقوط کوبانی سکوت کنه مذاکرات صلح رو باید تمام شده دانست از این جهت باید گفت که در این شرایط دولت ترکیه تحت فشار افکار عمومی کرد هم هستش بنابراین می‌بینیم در این شرایط تا چه اندازه تصمیم گیری برای دولت مردان ترکیه در مورد این موضوع دشوار خواهد شد حالا ما کشته شدن 24 نفر در جریان اعتراضات اخیر ترکیه و متشنج شدن مناطق جنوب این کشور موضوع رو پیشیده در هم خواهد کرد این همه به نظر میرسه ترکیه در شرایط کنونی مشخصا نمیخواد به صورت یک جانبه و بدون پذیرفته شدن شروط سگانش از قبیل ایجاد منطقه حائل منطقه پرواز ممنوع و تقویت نیروهای مخالف اسد وارد بازی بشه که پایانش برای او روشن نیست واقعیت این هستش که شاید ترکیه هم در شرایط کنونی چندان نگرانی و ناامنی از بابت داعش احساس نمیکنه. در واقع دغدغه فعلی ترکیه در وهله نخست شاید بیشتر آینده رژیم اسد هستش البته این احتمال وجود داره که در شرایط ویژه این سیاست تغییر هم بکنه توافق با جامعه جهانی بر سر شروط سگانه یا تهدید ویژه امنیتی از سوی داعش در مرزهای جنوبی این کشور در آینده و یا حتی تهدید مقبره شاه سلیمان در سوریه که بهانه کافی رو میتونه به ترکیه برای اقدامی عملی تر در این رابطه بده محمد جواد زریف وزیر امور خارجه جمهوری اسلامی میگوید بحران های متوالی در خاورمیانه که ناشی از رقابت های ژئوپلیتیکی است موجب شده تا مسائل چون پرونده ای و بحران سوریه به راه حل مطلوب نرسند. در همین حال یک مقام ایرانی درباره مذاکرات ایران با آژانس بین‌المللی انرژی اتمی گفت قرار است در این گفتگوها درباره دو اقدام عملی جمهوری اسلامی مذاکره شود. به گزارش خبرگزاری مهر محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی تاکید کرد کسانی که در بحرانی نشان دادن پرونده اتمی ایران منافعی دارند تلاش دارند تا این بحران ساختگی ادامه پیدا کند آقای ظریف افزود که این بحران از سوی برخی از بازیگران در منطقه تبلیغ شده تا پوششی را برای توجیه اهداف استراتژیک کوتاه مدت آنها در منطقه ایجاد کند وزیر خارجه جمهوری اسلامی این اظهارات را در نشست مشترک دفتر مطالعات سیاسی و بین المللی وزارت امور خارجه جمهوری اسلامی و شورای روابط خارجی اتحادیه اروپا عنوان کرده که در تهران برگزار شده است. آقای ظریف در این نشست گفته است کشورهای طرف مذاکره با ایران باید واقعیتها درباره مسئله هسته ایران را بپذیرند. شرایط با ده سال پیش متفاوت است و نمیتوان به گذشته بازگشت در رویدادی دیگر هم سخنگوی سازمان انرژی اتمی ایران درباره مذاکرات روز پانزدهم مهر با هیئتی از آژانس المللی انرژی اتمی در تهران گفت قرار است در این گفتگوها درباره دو اقدام عملی مهم ایران مذاکره شود بهروز کمالوندی در گفتگو با ایرنا در توضیح این دو اقدام عملی گفت قرار است طرفین درباره ادعاهایی درباره انفجار آزمایشی در مقیاس بالا و برخی مقالات چاپ شده در ایران گفتگو کنند. این مذاکرات در چارچوب گام سوم از توافق مقدماتی جمهوری اسلامی انجام می شود و سفر ترو معاون امور پادمان ها و هیئت آژانس بین انرژی اتمی به تهران برای نهایی شدن این دو موضوع آخر از گام سوم توافق ایران و آژانس صورت میگیرد. رضا نجفی سفیر و نماینده دائم جمهوری اسلامی در آژانس بین المللی انرژی اتمی نیز روز جمعه به خبرگزاری ایرنا گفت که قرار است معاون امور پادمان ها و هیئت آژانس برای ادامه گفتگوها درباره مسائل فیما بین به ایران بیایند. او در عین حال گفت مسئله مایه تاسف این است که حفظ اطلاعات طبق بندی شده در آژانس دوباره رعایت نشده و در حالی که ایران و آژانس مشغول برنامه ریزی بودند خبر آن از سوی یک رسانه غربی منتشر شده است به گفته او این موضوع یک بار دیگر نگرانی جمهوری اسلامی درباره وجود جاسوسی در آژانس را تایید می کند. جمهوری اسلامی و آژانس بعد از توافق بر سر 13 اقدام در گام های اول و دوم در اردی بهشت ماه گذشته درباره پنج اقدام عملی دیگر در گام سوم به توافق رسیدند. اکنون آقای کمالوندی گفته که این هیئت به منظور مذاکره درباره مسائل بین جمهوری اسلامی و آژانس در گام سوم به تهران سفر می کند و از فردا مذاکرات خود را با مسئولان سازمان انرژی اتمی ایران آغاز خواهد کرد. در گام نخست توافق یوکیا آمانو مدیر کل آژانس در سفر به تهران و در دیدار با علی اکبر صالحی رئیس سازمان انرژی اتمی ایران درباره شش اقدام عملی از جمله بازدید و بازرسان از معدن گچین در بندر عباس و کارخانه آب سنگین عراق توافق کردند. پس از برداشته شدن گام اول در گام دوم جمهوری اسلامی در بهمن ماه متحد به اجرای هفت اقدام عملی از جمله ارائه اطلاعات مورد توافق دو طرف و دسترسی مدیریت شده مرتبط با معدن ساغند یزد و کارخانه تقلیز اردکان و همچنین تحویل پرسشنامه اطلاعات راکتور آی آر چهل عراق شد. اما در گام سوم طرفین در سی اردی ماه امسال درباره پنج اقدام عملی دیگر به توافق دست یافتند که باید تا سوم شهریور ماه اجرا می شد. بر اساس اظهارات رضا نجفی از این پنج گام سه اقدام مربوط به موضوعات جاری و دو اقدام عملی درباره مسائل گذشته است. گفته است جمهوری اسلامی و گروه پنج به یک سرگرم مذاکرات جامعه با هدف حل و فصل نهایی پرونده اتمی ایران هستند مهلت پایان این مذاکرات سوم آذر مطابق با 24 نوامبر تعیین شده است طرف های مذاکره کننده از رسیدن به توافق نهایی بر سر پرونده هسته ایران ابراز خوشبینی کردند با این حال برخی از ناظران ایرانی و غیر ایرانی در مورد نتیجه مذاکرات بدبین هستند. هفته گذشته صادق لاریجانی رئیس قوه قضایی با صدور دستوری اختیار و دامنی تصمیمگیری غلام حسین محسنی اژهی معاون اول خود در این قوه را افزایش داد. پیشتر احکام اعدام و قصاص باید با موافقت رئیس قوه قضایی به اجرا گذاشته میشد که صادق لاریجانی این اختیار را بنا به دلایل نامعلومی به معاون اول خود تفیز کرده است رئیس قوه قضایی جمهوری اسلامی ضمن ابلاغ وظایف و اختیارات غلام حسین محسنی اجهی معاون اول این قوه تصمیم درباره اجرای احکام اعدام در پرونده های مواد مخدر را به وی واگذار کرد. به گزارش میزان خبرگزاری رسمی قوه قضایی صادق آملی لاریجانی شرح وظایف و اختیارات معاون اول قوه قضایی را در نامه ای به غلام حسین محسنی اجعی ابلاغ کرد. در نامه آقای لاریجانی اتخاذ تصمیم در خصوص اجرای احکام سلب حیات در پرونده های مواد مخدر از جمله اختیارات معاون اول قوه قضایی ذکر شده است. صادق آمولی لاریجانی روز 26 شهری بر ما انتقاد دبیرکل سازمان ملل از اعدام ها در ایران را عجیب خوانده و گفته بود که بیشترین موارد اعدام در کشور مربوط به محکومان مواد مخدر است. بانکیمون دبیرکل سازمان ملل در گزارش سالیانه خود از افزایش اعدام در ایران ابراز نگرانی کرده بود. به گزارش خبرگزاری رویترز بنابر اطلاعات دانشکده حقوق کرنل در سال گذشته میلادی بین 624 تا 727 مورد اعدام در ایران انجام شده در حالی که این رقم در سال 2012 میلادی بین 314 تا 580 نفر بوده است. بنابر گزارش این دانشکده حقوق دست کم 2000 نفر در ایران با حکم اعدام روبرو هستند. اتخاذ تصمیم در خصوص ماده های 356 و 424 قانون مجازات اسلامی از جمله دیگر اختیارات واگزار شده به آقای محسنی اژه است. بر اساس ماده 424 قانون مجازات اسلامی اگر برخی از صاحبان حق قصاص قائب باشند و مدت قیبت آنان طولانی باشد رهبر جمهوری اسلامی می تواند به جای آنان تصمیم بگیرد همچنین بر اساس ماده 356 قانون مجازات اسلامی درباره مقتولی که کودک و یا دیوانه باشد و سرپرست قانونی نداشته باشد رئیس قوه قضایی با اخذ اجازه از رهبر جمهوری اسلامی اختیار آن را به دادستان مربوط تفیز می کند غلام حسین محسنی اجرایی روز 29 مرداد ماه به سمت معاون اول قوه قضایی منصوب شد وی در دوره اول پنج ساله ریاست صادق آمولی لاریجانی داستان کل کشور و سخنگوی قوه قضایی بود اجهی در دولت اول محمود احمدی نژاد وزیر اطلاعات بود اما در سال 1388 پس از اعتراض به اجرا نشدن دستور رهبر جمهوری اسلامی درباره برکناری اسفندیار رحیم مشایی از سمت معاون اولی جمهوری از وزارت اطلاعات برکنار شد. محمود علوی وزیر اطلاعات جمهوری اسلامی هفته گذشته در گزارشی از عملکرد خود به مجلس از گفتگو با حزب به گفته او منحله دموکرات و کماله کردستان خبر داده و گفته این وزارتخانه با هر کسی که مصالح امنیتی اقتضا کند صحبت می کند. آقای علوی هدف از این اقدامات را به حداقل اقل رساندن آسیب آنها به نظام اسلامی توصیف کرده در همین ارتباط گفتگویی داشتم با آقای عبدالله محتدی دبیر کل حزب کمونه کردستان و از ایشان پرسیدم آیا وزارت اطلاعات آنطور که آقای علوی ادعا کرده با حزب شما گفتگویی داشته؟ خیر مطلقا این خبر بی اساس ما در این مورد اطلاعی دادیم و من با رسانه های مختلف صحبت کردم در این مورد این ادعای وزارت اطلاعات رو ما به کلی بی اساس اعلام کنیم اگر مذاکره صورت نگرفته هدف وزیر اطلاعات از طرح این موضوع چه بوده؟ ببینید شایع پراکنی ها و دروغ پردازی های مقامات مختلف جمهوری اسلامی به خصوص وزارت اطلاعات برای کسی ناشناخته نیست میتونه منظورش بدبین کردن، تفرق اندازی، انحراف از هان عمومی و یا هر چیز دیگری باشه اون چه که مسلمه اینه که هیچ نوع تماسی بین حزب ما حزب کمله کردستان ایران و وزارت اطلاعات یا دیگر ارگان های جمهوری اسلامی ایران مطلقا صورت نگرفت آیا اگر جمهوری اسلامی درخواست گفتگو با حزب شما را داشته باشد حاضر به مذاکره هستید؟ ببینید نه حزب ما و نه کردها به طور کلی هیچ وقت علل اصول مذاکره را رد نکردند. منتها برای فراهم شدن چنین شرایطی بایستی جمهوری اسلامی بسیاری از سیاستهاش رو در کردستان تغییر بده و ما شاهد چنین تغییری نیستیم سیاست اعدام سرکوب امنیتی برخورد کردن اینها همه کاملا با شدت تمام ادامه داره بایستی آزادی زندانیان سیاسی آزادی احزاب سیاسی تغییر سیاست در مورد لغو در مورد اعدام ها و لغوشون و خیلی چیزهای دیگه اتفاق بیفته ما شاهد تغییر سیاستی در جمهوری اسلامی نیستیم اگر جمهوری اسلامی واقعا صادقانه بخواد در مورد مذاکرات عمل کنه به فرض در اون صورت ما میبایستی شاهد تغییر این سیاست ها میبودیم آیا حزب کمله کردستان برای حل مسالمتامیز مسئله کردها تا کنون از جمهوری اسلامی درخواست مذاکره کرده است؟ خیر برای اینکه ما در این شرایط عبس میدونیم ما هیچ آمادگی رو برای حل آشتیجویانه و مسالمتامیز مسئله کردستان از طرف جمهوری اسلامی در طی دولت مختلف تو تمام انسان شاهد نبودیم بنابراین اگر ابتکار عملی قرار باشه انجام بگیره این ابتکار عمل بایستی یک تغییر سیاست آشکار باشه و تازه فقط در اون شرایط اگر جمهوری اسلامی چنین پیشنهادهایی رو بکنه مطمئنا از طرف حزب ما و یا سایر احزاب دیگه مورد بررسی قرار خواهد گرفت فرمانده نیروی انتظامی جمهوری اسلامی میگوید این نهاد نظامی نفت فروخته و بخشی از پول نفت را برای پرداخت حقوق کارکنان نیروی انتظامی اختصاص داده است. اسماعیل احمدی مقدم سال گذشته گفته بود محمود احمدی نژاد به او پیشنهاد داده که نیروی انتظامی برای تأمین کسری بودجه 11 درصدی خود نفت بفروشد. اسماعیل احمدی مقدم فرمانده نیروی انتظامی در گفتگو با خبرگزاری فارس ضمن بیان جزئیات فروش دو محموله نفت ایران به ارزش 240 میلیون دلار توسط این نهاد نظامی در دولت محمود احمدی نژاد تاکید کرد که 6 میلیون دلار از این پول هنوز به حساب خزانه دولت واریز نشده است. احمدی مقدم همچنین گفت که 180 میلیون دلار از این مبلغ مستقیما با بابت کسری حقوق کارکنان نیروی انتظامی هزینه شده و به خزانه دولت واریز نشده است وی تاکید کرد دولت باید این 180 میلیون دلار را برای واریز کردن به خزانه تامین کند چرا که نیروی انتظامی این پول را برای کسری حقوق کارکنان خود هزینه کرده و منبعی برای پرداخت آن ندارد آقای احمدی مقدم افسود نیروی انتظامی در سال 91 یک محموله نفت به ارزش 180 میلیون دلار برای جبران کسری حقوق سال 91 کارکنان خود از دولت تحویل گرفته و به فروش رسانده است. فرمانده نیروی انتظامی گفت معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری اشاره کرده است که فرایند قانونی به طور دقیق طی نشده است به دلیل اینکه پول باید ابتدا به حساب خزانه واریز میشد و سپس از حساب خزانه به نیروی انتظامی بابت کسری حقوق کارکنان پرداخت میشد البته این ایراد آنها درست است آقای احمدی مقدم وزیر اقتصاد دولت احمدی نژاد را متهم کرده که باعث به وجود آمدن این مشکل شده و افزود وزیر اقتصاد جلسه مورد نظر را به جای اسفند 91 در اردی بهشت 92 برگزار کرد و به لحاظ قانونی نمیتوان پول سال 92 را در سال 91 هزینه کرد. خبرگزاری فارس پنجم بهمن سال 92 با اشاره به گزارش تفریق بودجه سال 91 خبر داده بود که نیروی انتظامی با وجود فروش یک محموله نفت خام به ارزش 185 میلیون دلار و دریافت بهایان از پرداخت بدهی خود به شرکت ملی نفت ایران خودداری کرده است. پس از انتشار این خبر برخی از رسانه ها این اقدام نیروی انتظامی را تخلف دانسته بودند اما فرمانده نیروی انتظامی پرداخت نشدن پول به حساب خزانه و هزینه کردن مستقیم آن را یک اشکال حسابداری خوانده بود آقای احمدی مقدم در تشریح روش های موجود برای حل این اشکال گفت تنها راهکار منطقی آن است که معاونت برنامه ریزی رئیس جمهوری ظرف یک یا دو سال این پول را در یک ردیف بابت کسری حقوق ناجا ببیند و به حساب خزانه واریس کند به افسود یا اینکه دولت می تواند بابت پرداخت دویونه کسری حقوق سالهای گذشته این مبلغ را به ناجا پرداخت کند و ناجا هم آن را به خزانه مستقیما واریس کند آقای احمدی مقدم تاکید کرد که در هر صورت این پول را باید خود دولت تامین کند چرا که نیروی انتظامی منبعی ندارد و درآمد حاصل از فروش این محموله بابت کسری حقوق کارکنان نیرو استفاده شده است. بر اساس گزارش ها فروش نفت توسط نیروی انتظامی و برخی از افراد دیگر مانند بابک زنجانی به دلیل تحریم های نفتی ایران و کاهش فروش نفت ایران در دولت محمود احمدی نژاد انجام شد و طی آن مبالغ کلانی به خزانه واریز نشد و به تاراج رفت گفته می شود بسیاری از نظامیان نیز مبالغ نجومی را از این راه به دست آوردند. هفته گذشته علی متحری در نامه تند به حسن روحانی خواستار رفع حصر از رهبران معترض انتخابات سال 88 شد و هشدار داد در صورت مسامحه این موضوع در قالب سوال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری خواهد شد مهدی کروبی، میرحسین موسوی و زهرا رهنورد رهبران اعتراض به نتایج انتخابات سال 88 سه سال و هشت ماه است که در حصر خانگی به سر میبرند. علی متحری نماینده تهران در مجلس در نامه خطاب به رئیس جمهور اسلامی او را تهدید کرد که اگر میر حسین موسوی زهران رهنورد و مهدی کروبی را آزاد نکند این موضوع در قالب سؤال از وی در مجلس پیگیری خواهد شد. به گزارش رسانه های ایران علی متحری در نامه خود از پیشرفت های دولت یازدهم در سیاست خارجی و عرصه اقتصاد سخن گفته اما تاکید کرده است که در بخش سیاست داخلی و اجرای فصل سوم قانون اساسی که مشتمل بر حقوق ملت است موفقیتی نداشته و هموار منفعل بوده است بخشی که علی متحری بر آن تاکید کرده از وعده های انتخاباتی حسن روحانی به شمار میرفت متحری در ادامه نامه خود هم خطاب به روحانی نوشته است طرف مقابل برای آنکه ثابت کند با انتخابات 92 هیچ سیاستی در این حوزه تغییر نکرده است گاهی به اقداماتی تندتر از گذشته دست زده و با سکوت جنابالی مواجه بوده است و یادآور شده که رئیس جمهور طبق اصل 113 قانون اساسی مسئول اجرای قانون اساسی است و اگر هر یک از دو قوه دیگر قانون اساسی را نقض کردن دست کم می تواند به پشتوانه رأی مردم به آنها اختار یا تذکر قانون اساسی بدهد این نماینده مجلس به زندان خانگی مهدی کروبی و میر حسین موسوی دو تن از رهبران اعتراضات پس از دهمین ده دوره انتخابات ریاست جمهوری در ایران اشاره کرده و گفته است آنها سه سال و هشت ماه است که خلاف اصول متعدد قانون اساسی بدون حکم قضایی و اینکه آنها اجازه دفاع از خود داشته باشند را همچنان در زندان خانگی به سر میبرند علی متحری ضمن بیان اینکه ممکن است حصر خانگی آنها برای مدت کوتاه قابل قبول باشد افزوده است ادامه آن بدون حکم قضایی قطعا جهات قانونی شرعی و اخلاقی ندارد و خلاف فصل سوم قانون اساسی است مثل آن است که کسی را بدون محاکمه به حبس ابد محکوم کنیم وی موسوی و کروبی را از منتقدان خوش سابقه در انقلاب نامیده و گفت محصور نگه داشتن چنین منتقدانی اصولا یک سنت غلط در جمهوری اسلامی بوده بدون آنکه ضرورتی داشته باشد این نماینده مجلس در همین حال نسبت دادن چنین اقداماتی را به روش روح الله خمینی رهبر انقلاب ایران ناسواب خواند و شرایط اول انقلاب و دوره جنگ را با اکنون متفاوت دانست علی متحری با اشاره به چند اصل قانون اساسی ایران و خواست برخورد با موسوی و کروبی بر اساس قانون نوشته است در چنین مواردی اساسا نیازی به ورود رهبر جمهوری اسلامی نیست و از ولایت فقیه فقط در مسائل بسیار حیاتی برای اسلام باید هزینه شود نه در چنین مسائلی وی بار دیگر تاکید کرده است که اگر رهبران موسوم به جنبش سبز و سایر متهمان رویدادهای سال 1388 باید توبه کنند محمود احمدی نژاد رئیس جمهور پیشین و برخی نهادهای حکومتی نیز باید چنین کنند متحری با این ادعا که اکثر معترضان با انتخابات 92 به خواسته های خود رسیده و انگیزه ای ندارند افسوده است شرایط و هیجان آن دوره از میان رفته و منشه فتنه هم کنار رفته و اگر موسوی اعلامیه ای هم بدهد کسی همراهی نمی کند در انتهای نامه علی متحری پیشنهاد داده است که حسن روحانی به عنوان رئیس جمهور و رئیس شورای عالی امنیت ملی در اجرای قانون اساسی به تنها راه باقی مانده یعنی آزادی سه محصور مورد نظر اقدام کند وی هشدار داده است اگر همچنان مسامحه نمایید این قضیه در قالب سوال از رئیس جمهور در مجلس پیگیری و البته برخی سوالات فرهنگی نیز اضافه خواهد شد در همین حال فرزند مهدی کروبی همته یادداشت کوتاهی از علی متحری تمجید کرد محمد تقی کروبی در فیسبوک خود نوشت آقای علی متحری تنها نماینده آزادی خواه مجلس که مشخصا هیچ گونه وابستگی به مطامع دنیا ندارد در نامه ای به آقای حسن روحانی رئیس جمهور را به دلیل عدم توجه به حقوق ملت و سیاست داخلی و نیز بی تفاوتی به سرنوشت رهبران جنبش اعتراضی مردم تهدید به سوال نموده است. امیدوارم این حرکت و اعتراض های مکرر آقای متحری تلنگری بر رئیس جمهور محترم باشد که همه مشکلات کشور مذاکرات هسته ای نمی باشد. گفتنیست علی متحری پیش از این نیست چند بار ادامه حصر خانگی موسوی و کروبی را بدون محاکمه علنی غیرقانونی دانسته بود. وی گفته بود وضع جسمانی موسوی و کروبی خوب نیست و اگر اتفاقی برای آنها بیفتد برای نظام هزینه خواهد داشت. بسیار سپاسگزارم که ما را تا انتهای برنامه همراهی کردید. این برنامه همراه با دیگر برنامه های ما را می توانید در وبسایت ما به آدرس ایران فردا live.com دنبال کنید. از طریق این وبسایت ایمیل ما و همچنین صفحه فیسبوک ما به نشانی facebook.com slash ایران فردا TV با ما در ارتباط باشید و درباره برنامه نظر دهید. فردا هم در همین ساعت منتظر شما هستیم. تا درودی دیگر بدرود